سند استراتژیک و یک نقشه راه برای سنایه ایران وجود ندارد یک عضو کمیسیون سنایه و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این موضوع ابراز تأسف کرد که بخش خصوصی از نظر مشارکت در بخشهای تولیدی و از نظر حمایتها در حداقل ممکن قرار دارد بهروز نعمتی روز شنبه به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته است بسیاری از واحدهای تولیدی با حدود 55 درصد از ظرفیت خود در حال فعالیت هستند که به گفته وی شرایط خوبی نیست پیشتر آمارگیری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از 98 تشکل اقتصادی نشان دهنده کاهش 40 درصدی تولید در کنار افت 36 درصدی اشتغال نسبت به سال گذشته است در چنین شرایط اقتصادی است که مراد علی منصوری عضو سابق فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بر ضرورت حمایت از کارگر و کارفرما برای آنچه نجات بخش تولید نامیده تاکید دارد چرا که به گفته وی بخش تولید در ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دولت دارد این در حالی است که دبیر خانه کارگر اصفهان روز شنبه با یادآوری این موضوع که همواره در ماهای پایانی سال که زمان خاتمه قرارداد هاست روند اخراج کارگران بیشتر می شود در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیش بینی کرده که با تشدید مشکلات مالی و اقتصادی واحدهای تولیدی در سال جاری اخراج نیروی کار هم شدت بگیرد دبیر خانه کارگر اسفهان ابراز تاسف کرده که مقامات حکومتی تشکلهای کارفرمایی تلاشی برای تغییر این وضعیت نمی کنند. وفا آزربهاری صدای آمریکا.